صالح الحسناوی وزیر بهداشت عراق ضمن تایید استقرار گروه های مختلف پزشکی و تعدادی آمبولانس در داخل شهر مقدس کربلا و جاده های منتهی به آن از مشارکت 100 هزار کادر پزشکی در طرح سلامت برای بزرگداشت زیارت اربعین خبر داد. گزارش خبرگزاری اخبار صالح الحسناوی طرح سلامت مراسم بزرگداشت زیارت اربعین امام حسین علیه السلام را شامل سه محور جنبه دارویی با تأمین کلیه تجهیزات پزشکی بسیج بیمارستان ها و استقرار یگان های پزشکی در جاده های بیرونی و داخل شهر کربلا عنوان نموده و خاطر نشان کرد محور دوم شامل آگاهی راهنمایی، کنترل بهداشتی و نمونه برداری و مدل سازی اقلام غذایی برای معاینه و کنترل آنهاست تا جنبه های مختلف ایمنی و سلامت تضمین شود. وزیر بهداشت عراق با بیان اینکه محور سوم استقرار فوری آمبولانس ها و توزیع آنها در جاده های مختلف است و هر پنج تا ده کیلومتر یک آمبولانس برای برخورد سریع با حوادث وجود دارد خاطر نشان کرد این وزارتخانه برای خدمات خدمات درمانی خود بارکود اختصاص داده و زایران می توانند از طریق آن به تیم های پزشکی برسند وی با اشاره به اینکه صد هزار نفر از کادر پزشکی به استثنای داوطلبان در قالب این طرح در وزارت بهداشت عراق در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مشارکت خواهند داشت تاکید کرد یگان پزشکی و آمبولانس ها در داخل کربلا و در مسیرهای منتهی به آن حضور دارند و به سلامت و بهداشت زاران رسیدگی می کنند تا نسبت به هر بیماری و یا ناراحتی از جمله گرمازدگی که ممکن است زائران را در دمای بالا تحت تأثیر قرار دهد تلاش لازم را برای حفظ سلامت آنان انجام دهد.